اینجا نماز جنازه نیلوفر و محمد خوانده می شود. مادر و پسر که در آبهای میان ترکیه و یونان جان باخته اند. محمد نوروز نوری بزرگ این خانواده تمام فامیل خود را در راه رسیدن به اروپا از دست داد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت نبود امکانات و پول وی را مجبور ساخت تا چندین روز برای به دست آوردن اجساد خانم، پسر و دخترش منتظر بماند. اما وی میگوید که دختر 1.5 ساله وی هنوز هم لادرک است. نوروز نوری از دولت می خواهد که به خاطر دریافت جسد نسترن دختر 1.5 ساله اش که نزدیک به 2 هفته پیش در آبهای ترکیه غرق شده است وی را کمک کند. ما از کنسولگری، از آنکارا، حتی مثلا به همین دولت مرکزی وزارت خارجه اعلان کردیم که ما از این برگشت اینا رو نداریم. حتی از نماینده ویژه رئیس جمهور ما نامه داشتیم که اوجه اصلا رسیدگی به ما نکردن. که از خودم 3 تا اجداد به شمول خانمم 25 ساله نیلوفر است، پسرم که 6 سال شد محمد نوری است، دخترم که نسترن نوری است که کلا اصلا گم شده. ما هر چی که اقدام هم کنیم به کنسولگری، کنسولگری می ما زنگ میزنیم ولی به زنگ زدن چه اینه نمیگرفت. آقای نوری میگوید که رفتن به خارج از راه‌های غیر قانونی یک کار اشتباه است، چون قاچاقبران با زور تفنگ ده‌ها تن را مجبور به سوار شدن در یک قایق کوچک 2 نفری میکنند. در این حال نجیب خان پدر نیلوفر و پدر کلان محمد و نسترن که هنوز نیز جسدش دریافت نشده است میگوید که جسد دخترش را پاره کردند و اعضای بدنش را بیرون ساختند. میگفت آقا تو این از دریا گرفتی، تو چرا اعضای بدنش گرفتی؟ این اعضای بدن اینا همه را کشیده، اون لحظه که آورده همه اعضای بدنش کشیده، مثل بوجی که میدوزی اینا را همه از زیر گلونش تا همه را پاره پاره کرده. این کارمو دولت ترکیه کرده، خب نباید این کار بشه. ایران هم بگیره همین کار میکنه، ترکیه هم بگیره همین کار میکنه. حالا ترکیه نمیبازی کار بکنه، چطور این کار کرده که گرفته همه پاره پارهشون کرده، اعضای بدنشون کشیده؟ خب پاره که اعضای بدن نمیکشه، این سر به خود پاره نمیکنه. یک سالم آدم سالم رفته دریا غرق شد ده کشتی، خب این چرا ای بگیره؟ این مریض بوده، نه حساب، نه کتاب، نه کشته هنیش کسی. یعنی دیگه از من خواهش من از دولت همین است که این سر مردم باید اینا بفهمونه. آقای اشرف غنی، آقای عبدالله. نجیب خان که در ایران زندگی می کند و برای مراسم جنازه دختر و نواسه اش به کابل آمده می گوید که روزانه چندین کشتی در این آبها غرق می شوند و دهاتن جانهای شیرینشان را در این آبهای شور از دست می دهند. این بار نخست نیست که اعضای یک فامیل در راه رسیدن به اروپا جان خود را از دست می دهد. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در سال 2015 میلادی حدود 4000 پناهجو در راه رسیدن به اروپا جانهای خود را از دست دادند که 20% آن را افغانان تشکیل می دهند. نوروز نوری که خانم، پسر و دخترش را در راه رسیدن به اروپا از دست داده است، از افغانان می خواهد که با قبول هر زحمت در کشور بمانند و هرگز تلاش رفتن به اروپا را از راه غیر قانونی نکنند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.